صدها کیلومتر دورتر از خانه ها و زمین هایشان، تعدادی از اهالی استانهای دایکندی و اوروزگان نزدیک به 2 ماه می شود که به این محله در شهر کابل پناه آوردند. مردمی از قوم هزاره که می گویند با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، آنها به زور از زمین هایشان کوچ داده شدند. رحمت الله یکی از این آوارگان است که به همراه خانواده‌اش شبانه مجبور به ترک خانه اش شد. هستم از ولسوالی گزاو از ولایت دایکندی که در زمان آمدن طالبان مثلا در منطقه که آمد، یک شب آمد دم خانه ما، بس یک سری گفت که از خانه باید بیرون شدیم. ما گفتیم ما با چه طرز مثلا از خانه بیرون شدیم؟ گفتی زمینای ملکا که است مال ما، شما نمیدونیم گرفتین و چی کار کردین، شما باید از این منطقه بیرون شدیم. ما گفتیم در نصف شب که نمیشه، مثلا ما حالا اقلا بان که ما صبحی بیرون شدیم. گفت نه، باید نصف شبی بیرون شدیم. باز نصف شبی دیگه ما که بیرون شدیم دم در استاد، مثلا دیگه ما هیچ نتونستیم مثلا از خانه بگیریم. حدود 2 ماه پیش طالبان به شماری از ساکنان روستاهای دایکندی و اوروزگان تنها چند روز مهلت داد تا خانه های خود را ترک کنند. 9 روز برای ما وقت داده شده که باید کوچ کنید، اگر کوچ نکنید کدام ما اخطار میده. با سپری شدن این مهلت، نیروهای طالبان مردم این مناطق را از خانه هایشان بیرون کردند و حتی بر اساس معدود ویدیوهای منتشر شده بعضی از خانه ها تخریب شدند. اینها تصاویری از آواره شدن برخی از این مردم در کوهستان‌ها و دشت‌ها، بدون دسترسی به غذا، آب آشامیدنی و سرپناه. محمد یکی دیگر از افرادی است که با همسر و کودکانش به اجبار از دایکندی به کابل آمده. حدودی تقریبا 1.5 ماه پیش وقتی که اول ولسوالی سقوط کرد، اینا مردم ما را خواستند در مرکز ولسوالی گزاب. اینا نماینده های ما به محض در مرکز ولسوالی حاضر شدن، اونا را در بندیخانه بردن، اونا را بندی کردن. بعد از 15-20 روز که اینا در بندیخانه بود، با نیروی نظامی شب هنگام آمدن وارد منطقه ما شدن که هنگام شب بود. بچه ها و زن ها کلن همه وحشت کرده بودیم، حتی آمدن در ما هشدار دادن که خانه را ترک کنید. ما شب هنگام از خانه بیرون شدیم، شب در مابین زراعات زندگی کردیم. دیگه بسیار وضعیت خطرناک بود، کلی طفلا و شتکا ترسیده بودن. همه چیزی ما را از ما گرفتن، محصولی که ما داشتیم، گندم بود، بادام بود، جواری بود، و ما گفتن که شما حق ندارد هیچ چیز را با خود ببرید. در ورودی های منطقه کمربند امنیتی انداخته بود، نمیذاشتن کسی تصویر برداری بکنه، اگر دست کنم کسی دوربین چیزی میدید میشکستن. قوم هزاره یکی از اقلیت‌های بزرگ افغانستان به شمار می‌آید و اکثر آنها شیعه مذهب هستند. جمعیت قابل توجهی از هزاره‌ها در مناطق مرکزی افغانستان معروف به هزاره جات زندگی می‌کنند و در دهه‌های گذشته تحت آزار و اذیت قرار گرفتند. گروه طالبان متهم است که در اواخر دهه 70 خورشیدی و در دوره اول حکومتش بر افغانستان، پس از ورود به شهر مزار شریف، دست به کشتار مردم هزاره زده بود. با قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان، بار دیگر گزارش هایی از برخورد با مردم هزاره منتشر شده. سازمان عفو بین الملل 1 ماه پیش از کشته شدن 13 تن از هزاره ها توسط طالبان در استان دایکندی خبر داد. سازمان دیدبان حقوق بشر هم گروه طالبان را متهم کرد که هزاره ها را بر اساس قومیت به اجبار از خانه هایشان بیرون کرده و زمین های آنها را در اختیار حامیان خود گذاشته. طالبان اما این گزارش ها را رد کرده. این یک تبلیغاتی بود که دشمن امارت اسلامی، دشمن های امارت اسلامی، البته به تمام دنیا تک پخش میکرد که گویا شیعه و سنی به این حد مشکل دارن. هیچ مشکلی نیست. امارت اسلامی همه ملت را یک قسم میدانه، مشکل با هیچ اقوامی نداره، مشکل با هیچ مذاهبی نداره. یکی از ساکنان ولایت دایکندی که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به رادیو فردا گفت که 2 گروه نزدیک به طالبان مدعی مالکیت زمین‌های هزاره‌ها هستند. بیشتر موضوع حقوقی و دعوا بر سر زمین هست. شماری از پشتون‌ها در ساحل کندیر که مخصوصا
اصلا دعوا در ساحات کندیر بین پشتون هزاره هست. اگنا بنا به روی کار آمده طالبان قدرت گرفتن و مردم از ساحه بدون در نظر داشت تای مراحل محاکم ثلاثه مردم بزرگ از کش دادن و ساحات تقابدار و ورد اینجا تنها بین خود هزاره هست، بین خوانینی که ارتباط خیلی نزدیک با طالبان داره اگنا بزرگ طالبان از قرجات متاسفانه مردم رو کش دادن و اکنون هم مردم در بسر نوشتی قرار برن. بسیاری از این خانواده ها در آستانه برداشت محصول و آمدن زمستان از خانه هایشان بیرون شدند. اخراجی که به گفته خانواده ها بدون برگزاری دادگاه مستقل انجام گرفته. میبینید که در زمان که مردم ما کش داده شدن در کابل ما قاضی القضات نداشتیم. در خود محکمه دایکندی محکمه مرافعه ما قاضی نداشتیم. خود چطور میشه که در یک اگر شما بخواید یک دانه تذکره رو بگیرید بیشتر از یک ماه خود مرکز پایتخت در کابل طول میکشن. اما یک دعوای هزاران جریب زمین نزدیک حدود هزار خانواده که با مناطق دیگر تقریبا هزار خانواده اینا شد 780 خانواده بیشتر میشه. خب اینا رو چطور میتونه یک دفعه در مدت 10 روز 15 روز اینا رو آدم کج بده مگه حکم محکمه ایزی خلاص شد؟ آیا این در هیچ قانون در هیچ سر دنیا شبیه همزیر شما دیده اید؟ کوچ اجباری مردم هزاره تنها به دایکندی و روزگان محدود نمی شود و گزارش شده که در استان بلخ هم گروه طالبان شماری از شیعیان هزاره را از خانه هایشان بیرون کرده. صدها کیلومتر دورتر از خانه هایی که دهه ها محل زندگیشان بوده، این خانواده های هزاره حالا اولین زمستان را باید در این اتاق کوچک در کابل با امیدی مبهم برای بازگشت به خانه سپری کنند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.